با درود خدمت شما بزرگواران، پیرو مباحثی که در مورد حمله نیروهای نیابتی به پایگاه امریکایی در اردن خدمت شما ارائه دادیم، میخواستم به چند نکته دیگه اشاره کنم که حائز اهمیت هست. امروز منابع امنیتی و اطلاعاتی امریکا اطلاع دادن که بیت علی خامنه ای از حمله به اردن شوکه شده، به پایگاه امریکایی در اردن شوکه شده و اطلاعی از این برصورت اتفاقات نداشته، همونطور که در مورد حماس این حرف رو زدن. و امروز وزیر دفاع امریکا در مصاحبه گفت ما جمهوری اسلامی جنگی نداریم و امیدواریم که جمهوری اسلامی دست از حمایت این نیروهای نیابتی برداشته باشه. واقعیت ماجرا اینه که بعد از ترور قاسم سلیمانی عملا محور مقاومت پایان خودش رو آغاز کرد و همونطور که قبلا هم گفتیم جمهوری اسلامی برای بقای خودش این بالهای خودش رو که در منطقه به واسطه حمایت گلوبالیسم جهانی گسترده کرده بود رو داره جمع میکنه و قربانی میکنه. برای همین میبینیم که حوثی ها، هشت شعبی، حزب الله و بر صورت حزب الله سوریه و گروه مقاومت در سوریه دارن گوشت قربانی میشن و همشون رو دارن هضم میکنن. در داخل ایران هم دیدیم که طی چندین سال چقدر از ارکان سپاه قدس رو حذف کردن. جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت بده و در این تغییر ماهیت دیگر نمیتواند از این گروه های نیابتی خودش استفاده کنه، چون بازی تموم شد. یعنی بازی که راه قدس از کربلا میگذرد رو و اون پروژه برژینسکی تمام شد و امروز اینها قربانی جمهوری اسلامی هستند و این رو هم خیلی از گروهکایی که زیر مجموعه جمهوری اسلامی بودن فهمیدن، مثل کتائب و حزب الله که جمهوری اسلامی داره آنها رو قربانی میکنه و در به زنگه ها پشت اونها را خالی میکنه، مثل اتفاقی که در سر حماس افتاد و الان درباره حوثی ها داریم میبینیم. عملا باعث شده که با استراتژی و با هماهنگی که با دولت بایدن و برصورت انگلستان دارن اینا، باعث شده که دونه دونه اینها را حذف کنن. چون استراتژی مثلا یکی مثل کتائب حزب الله که ابو مهدی مهندس و ریاست اون گروه رو داشت، هدفشون بر صورت حذف عربستان از بازی‌های سیاسی بودش و چندین بارم خودشون تکرار کردن که ما به امریکا کاری نداریم، دشمن اصلی ما عربستان است. و واقعیت هم برای منافع ایران و حتی خیلی از کشورهای مثل عراق، وجود عربستان به مراتب خطرناکتر از کشوری مثل امریکاست، چون افراطیون هزینه افراطی‌گری‌ها و به حال مشکلات در منطقه به واسطه عربستان هست. ولی خب وقتی جمهوری اسلامی رو مجبور میکنن که با عربستان پای میز مذاکره بشینه، خب این گروه هایی که بر این ایدئولوژی بزرگ شدن و رشد کردن دیگه فرمانبرداری از داخل ایران ندارن و وقتی دیگه فرمانده اصلی بیت خامنه ای نباشه یا سپاه ایران نباشه، اینها شروع میکنن به حذف شدن. و دیدیم که امریکایی ها، اسرائیلی ها، انگلیسی ها به منطقه اومدن، اسرائیلی ها شروع کردن در سوریه حذف کردن، امریکایی ها در عراق حذف میکنن، حوثی ها رو رفتن بالا سرشون و نهایتا در داخل ایران به سراغشون میان با اطلاعاتی که از خود جمهوری اسلامی میگیرن. بازی ها تمام عوض شده و این اتفاقی که برای کتائب افتاد با حال با اطلاعات و دوستانی که در اونجا داریم باعث عصبانیت خیلی از گروه ها شده. یه گروه های مثل اصحاب اهل حق که عملا در زمین امریکایی ها بازی میکنن، مثل و رئیسشون قیس خزعل هست و یکی از افرادی بودش که کماکان مشکوک هستش با در برسا که در زمان ترور سلیمانی نقش اساسی رو داشت و اون تلاش کرد که این نقش رو به سمت کاظمی نخست وزیر وقت عراق هدایت کنه. امروز می‌بینیم که کتائب که نیروی مردمی هم بود، جمهوری اسلامی عملا ازش حمایت نکرد و مجبور شدن به علت عدم حمایت و خیلی از مسائلی که امروز اینجا نمیشه بیانش کرد، عملیاتشون رو متوقف کنن. خیلی از نیروهای عراقی از سوریه برگشتن و پایگاه خالی شد و عملا اون هزینه چندین میلیاردی که کرده بودن به زودی نابود خواهد شد و جمهوری اسلامی همون 12 شرطی که پومپئو براش گفته بود حالا در زمان حکومت ریاست جمهوری ترامپ باید اجرا کنه و یک حکومت نرمال بشه و در ازاش هم یه سری به حال موهباتی بهش میدن، ولی در ظاهرش باید تغییر کنه، مثل اینکه 4-5 تا نیروگاه هسته‌ای براش میسازن و تحریم ها رو برمیدارن. اینا موشک هاشون رو به زیر 1000 کیلومتر یا زیر 500 کیلومتر بر صورت پایین میارن بردشون رو
و خب خیلی ها حذف شدن. این اتفاقات رو میخواستیم در موردش توضیح بدیم و وقتی که منابع امریکایی که قبلا هم اعلام کرده بودن ما در زمان سالگرد قاسم سلیمانی اطلاع داده بودیم به جمهوری اسلامی، ولی خب جمهوری اسلامی آمدانه مردم رو گوشت قربانی کرد، نشان از درگیری میان لابی ها در داخل جمهوری اسلامی و عملا نیروهای نیابتیش در خارج هست و امروز به جایی رسیدیم که نیروهای نیابتی دیگر در به هر حال راستای منافع بیت علی خامنه ای بازی نمی کنند و اسرائیل بعضا روسیه و خیلی حتی امریکا برای منافع خودشون از اونها استفاده می کنند و اسم ایران رو برچسب آن می کنند، مثل الان که حوثی ها عملا دارن در بازی راستای نظم نوین جهانی ایفای نقش می کنند و در جنگ تجاری امریکا و چین دارن به نفع امریکا بازی می کنند، ولی خب ایران این وسط اسمش هست ولی عملا نیروهای مخصوص امریکایی کشتی ها رو هدف قرار میدن و در رسانه ها پخش میکنن و حوثی ها عملا طی چندین سال به حال جنگ و عربستان تضعیف شدن و خود دولت بایدن اومد تحریم ها رو از رو حوثی ها برداشت و نفجان دوباره داد. به هر صورت جمهوری اسلامی در حال قربانی کردن نیروهای نیابتیش هست، همونطور که قاسم سلیمانی، فخری زاده، صیاد شیرازی و خیلی از به هر صورت مثل سید رضی و این کسانی که چند روز پیش اسمشون فراموش کردم بر صورت در سوریه کشته شدن رو قربانی میکنه.